شما نیما. بله من. ببین آقای نیما، شما میخواین ازدواج بکنین، همسرتون حق یعنی همسر آینده حق طلاق ازت میخواد، بهشون حق طلاق میدی؟ چه میخواین ازدواج کنین؟ بهش فکر نکردم. چند سالته؟ 26 سالم. دیگه میخوای فکر کنی 26 سالتونه؟ خب الان تو این شرایطش نیستم، چون کلا عادت دارم تو حال زندگی کنم و تو حال برنامه‌ای برای ازدواج ندارم. خوبی؟ مرسی، متشکرم. ازدواج کردی؟ نه، مجردم. من شرف ازدواجم نیستی؟ خیر. از ازدواج داری؟ سوالایی هم. ببین میخوای ازدواج بکنی؟ حق طلاقم میخوای؟ خواهی یا نمیخوای اصلا؟ خواهی. واسه کجا سوال بگیم به من؟ بی بی بلاس. چیز کنم، مرسی. الان من روش فکر نکردم، من فهم کنم الان یه ثانیه خیلی زمان کمی. به ازدواج تو حق طلاق فکر نکردی؟ چند سالته؟ 20. عزیزم بد نمیاد اصلا. به حق طلاق میخوای؟ میخوای؟ بهت حق طلاق نمیده، چیکار میکنی؟ نمیدونم. حق طلاق میدی به همسره؟ جوابی ندارم، شما جواب دارم. فکر میکنی چند سالگی ازدواج کنی؟ بالای 40 شاید. ازدواج نکن. خب آره، خب الان هدفتون این سوال چی بود؟ پس آخه ازدواج نمی‌کنید دیگه. می‌خواستم ازت بپرسم که شما اگه یه روز بخواید ازدواج بکنید، همسرتون حق طلاق بخواد، بهش حق طلاق میدی؟ آره. خب یا نمی‌خوای اصلا؟ می‌خوام. بهت نمیده حق طلاق. خب دلایلش چیه؟ تو دیگه میگه من خوشم نمیاد، موافقش نیستم. پررو میشی. من پررو میشم؟ من اینو بهت میگم که پررو میشی. بستگی به آدمش داره. یه وقتی مثلا ممکنه که منو یه شخصیتی مثلا فرض کنی که ثبات ندارم توی تصمیمم، بعد ممکنه خیلی متزلزل باشم، مثلا امروز یه چیزی بگم فردا یه چیز دیگه بگم. در این شرایط اگر خود منم نسبت به این آگاه باشم، یعنی علم داشته باشم، خب کنار میام، ولی اگر نه اینطوری نباشه، خب نه مقاومت میکنم. مشکلی نه؟ اگه خیلی راحت بذاره بره، همونجوری که من راحت میذارم میرم اونم میتونه راحت بذاره بره. چرا راحت میذاری بری؟ خب نه، منظور اینه که اگه در تنگنای قرار گرفتیم، اون هم حقش مثل منه، مساویه. آقا پسرتون بخوان ازدواج بکنن، همسر آیندهشون بگن که حق طلاق میخوان، شما موافقی؟ ما لور هستیم، اصلا موافق نیست. حق طلاق میخوای یا نه؟ نه. میخوای؟ اومدیم اصلا مشکل داشتیم با این آدمه، چیکار میکنی؟ میسازم. الان میگیری؟ میگیریم الان. نگیری؟ چیکار کنی؟ حق طلاق میدی، مشکل نداری؟ نه. چرا مشکل نداری؟ اکثر مردم مشکل دارن. ندارم، چون هنوز نمیخوام ازدواج کنم. طلاق میدی؟ آره. من اگه بهت نده؟ خب ازدواج کنی دیگه. همه چی خوبه، همه چی عالی، حق طلاق فقط نمیده. نه دیگه. یهو اومدی مریض شد، روانی شد، مسلماً میخوای دیگه؟ میخوای ازدواج بکنی؟ حق طلاق میخوای یا نه؟ حتما. مشکلی نداری؟ آره مشکلی، حتی خیلی چیزای دیگه هم به نظرم غیر منطقیه. مثلا نمیدونم، این که خب به نظرم تو قانون ما خیلی حق زیادی دست مرده سر خیلی چیزا، چه سر قضایای ارثی که نسبت سهم مرد به زن 2-1، چه سر مسائل مربوط به ازدواج. حق طلاق چرا باید برای مرد باشه؟ الان مردا اینو ببینن میگن که شما داری آبرو مردا رو میبری. ببین منطقیه، الان مثلا یه زن میتونه، یه مرد میتونه چند تا زن داشته با چند نفر ازدواج کنه، ولی یه زن نمیتونه. چرا؟ خب چرا مثلا زن آسیب نمیبینه از این اتفاق؟ مثلا من برام منطقی نیست، اصلا موافق نیست. چرا؟ چون باعث میشه که تبدیل به یک فرهنگ نادرست بشه که اساس و پایه زندگی رو سست میکنه. اگه بخوای ازدواج کنی حق طلاق میخوای؟ اگه نخوام ازدواج کنم؟ تو نمیخوای ازدواج کنی؟ چرا؟ خب دوست ندارم آیندهمو با هیچ مردی ببینم، فکر میکنم تکی میتونم اساس خیلی چیزا بر بیام. لحاظ احساسی عاطفی چی؟ نه، مگه حتما باید با یه آدم، یعنی آدمی که خودمون رو محدودش کنیم، مثلا
حتما برطرفش اون احساسه، ولی اگه بخوام ازدواج کنم حتما حق طلاق میگیرم. چرا بقیه مرد حق طلاق نمیدن به خانوما؟ والا چی بگم، ولی خب طبیعتا اون رسانه‌ای که ما ازش تغذیه میکنیم، حالا اون قشری که ما درش هستیم، حالا تحصیلاتی که داریم، همه اینا باعث این انتخاب تصمیم میشه. و حالا اگر دیگران این تصمیم رو نمیگیرن، فکر میکنم چند لول شاید عقبتر باشن از تغییرات اجتماعی جهانی و فرهنگی و کشوری و غیره. چی میخونی شما؟ سینما. سه سال دیگه چه مدرکی میگیری؟ ارشد میگیری؟ بعد ارشدت میخوای ازدواج کنی؟ آره. معیارات دقیقاً چیه؟ معیارم اول اخلاقه که الان اصلا پیدا نمیشه، بعدم وضعیت مالی و شغلی و خانوادگی. حق طلاق جزو معیارات هست؟ نه خیلی هست و حتی الان مطرح شده با آره هست. بخواین ازدواج بکنین حق طلاق به همسرتون میدین؟ بله. ازدواج قبلیتون داشتین؟ بله. ایشون طلاق گرفت یا شما؟ ایشون. دوباره هم حاضرین حق طلاق بدین؟ جالب. چرا اصلا مشکلی نداریم با این موضوع؟ اکثر مردم مشکل دارن. مشکل ندارم. کسی که نمیخواد زندگی کنه نمیتونید اجبارش کنید. شما خدا دوست داری چند تا همسر داشته باشی؟ آره بالاخره هر گل یه بویی داره. ما هم انسانیم، جایز الخطا. ما که اصلا میخوای 40 سالگی ازدواج کنی دیگه، اون موقع دیگه میخوای تازه چند تا زنم داشته باشی. چند زن کوتاه مدت بهتر از یک زن بلند مدت. شما مثلا ترجیح میدی رابطه های موقت داشته باشی؟ ازدواج فکر کردم ولی به حق طلاق نرسیدم تا به حال. چرا فکر نکردی اگه مثلا آدمی که باش ازدواج میکنی اذیتت بکنه؟ چون هم یعنی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که طرف به حق طلاق نده. من با این فرض که هست نه الان میشه برم. بعد اگه حق طلاق بد نده؟ میده. گفته میده؟ آره گفته میده. اگه نده مهریه همو خیلی میبرم بالا، ولی اگه بده مهریه هم میارم پایین. خب من یه سوال بپرسم، چطور مثلا آقایون هر موقع که بخوان میتونن طلاق بدن همسرشون؟ خب اون خانم هم این یه حق قانونی و شرعی است. ولی خانم اگه نخوان نمیتونن؟ بالاخره وقتی که شارع مقدس دین ما این اجازه رو داده، حتما یه حکمتی داشته، یه فلسفه‌ای داشته. خب مرد حق داره که ازدواج کنه. توی قانونی که ما داریم مردا حق دارن واقعا ازدواج کنن، ولی خانم هم حق اعتراض ندارن. خب در این صورت خانم باید حق طلاق داشته باشه. سینما میخونه حق طلاق میده؟ دیگه حالا ما که فعلا داریم میدیم. بقیه بچه‌هاتون شما؟ من ازدواج کردم و دادم. دادی؟ خانومتون خواست یا نه خودت گفتی که عزیزم بیا به حق طلاق بدم؟ من خواستم. دادی؟ بعد تعجب نکرد؟ نه اون زیاد باش مهم نبود. بخوای ازدواج بکنین همسر آیندت بگه من حق طلاق میخوام؟ نه خب همونطور که پدرم گفتش، این در مقامی نیستیم که بتونیم تحلیل و تجزیه کنیم. شارع مقدس این حکم داده، خداوند گفته، قرآن گفته، بنابراین ما هم باید طبق این دستور عمل کنیم. بعد اگه یه روزی خواهر شما بخواد ازدواج بکنه همسرش بهش حق طلاق نده؟ هر کسی اختیار زندگی خودش داره. اگه از من بپرسن من میگم که حق طلاق به نظر من باید بده. ببین من داشتم شخص ازدواج کرد نوشته بود توی این قولنامه ازدواجش که اگه روانی شد نامه همین، بعد اگه چیز شد روانی شد حق طلاق میخوای یا نمیخوای؟ خب میخواد دیگه، امضا کرده. و خب منم باشم مسلما روانی بشه میخوام دیگه، اچ آی وی بگیره میخوام، نمیدونم هر چی. چرا حق طلاق میخوای؟ طولانی. به خاطر اینکه حس برابری به آدم میده. حق طلاق برای چی میخوای؟ خب بالاخره آدمه دیگه، یه روز دلش نخواد کلا با اون آدم زندگی کنه، حالا به هر دلیلی، چون تو جامعه ما کلا همه کلا اهل اینن که همه طرفدار مردان. همه طرفدار مردان. مامانت حق طلاق داره؟ نه. مامان شما؟ نه. بعد الان با پدرتون زندگی میکنه؟ پدر شما چی؟ بله. خیانت هم نکردن؟ نه دیگه، اونا مامانای قدیمن دیگه، ما مسلما فرق داریم. اونا باباهای قدیمن. حالا تو دوستات کسی رو دیدی به خاطر حق طلاق ازدواجش به هم بخوره؟ به هم نخورده، ولی
سردی آورده و رابطه مثلا قبل دیگه نبود. دیدوانه به نظر من هر خانومی که از اول ادعا کند که حق طلاق رو به من بده، اون جوان، اون مرد اگر عقل داشته باشه اصلا نباید اون خانم رو انتخاب بکنه. این حق رو به صورت طبیعی باید داشته باشه، شما نباید این حق رو ازش بگیرید. شاید چند سال قبل اینطوری بوده، یعنی تو ازدواجای سنتی تر که همه چیز دست مرد بود، همه مرد تصمیم گیرنده بود یا کلا دیکتاتور سالاری اینا بود، ولی الان نه. مامان حق طلاق داره؟ نه. خواهری داری که ازدواج کرده باشه؟ نه. یک فرزندی؟ کیس خوبی هستی؟ باشه، مرسی.